به 1 میلیون تاجیکی که در روسیه زندگی میکنند به عنوان مهاجر و کار میکنند. این آیا مشکلاتی را برای جامعه تاجیکستان به وجود آورده و احیانا نفوذ روسیه رو تداوم میبخشه در تاجیکستان؟ 1 میلیون نفر مهاجران مهنتی ما در روسیه کار و زندگی فعالیت میکنند. بله همینطور است. دیگر به منطقه به کجا روان؟ دیگر میگه به منطقه به کجا روان؟ به دلغرب روان به کجا روان؟ مهاجرت مهنتی این کاتگوری این پروسس گلوبالی است. من گفتم رقمای پرسو پیش 241 میلیون انسان در جهان در حرکت است. بار دیگر یکان دولت نیست. همه ما میخواییم در دولت کنیم. چی؟ رحمان بنگو، عبیدالله بنگو. نه؟ میگه در تمام دولت ها میگه 240 میلیون 250 میلیون مهاجر چرخ میزنه، یعنی مردمی کره دنیا، یعنی هجرت میکنه طرف و طرف برای زندگیشون. و در اینجا بی‌ناموسی روی که میگرده میگه کی چی ما میریم در دولت کار کنیم. میگه در اینجا رحمان گناهکار عبیدالله گناهکار نمیگه با خودش جواب خود چمیتا امام علی گناهکار تو عبیدالله باید جواب میگفتی، تو باید جنایتکاری، تو باید ترمه بشتی، اما آدمی نزدیکی رحمان فکی هستی تو زندان نشدی. اگر نه در جای امام علی دیگه کس می اومد و بیا تو حتما زندان میشه و باید بشه. تو همون بی‌ناموسی، تو همون بشرف قانون ها را می بروردی و در مقابل مردم با شدت مبارزه می بردی، تو همون تو دیگه نشده دیگه نمیشه. بشرف بایدوی تو ایرا بدون. 1 میلیون نفر مهاجران مهنتی ما در روسیه کار و زندگی فعالیت میکنند. بله همینطور است. دیگر به منطقه به کجا روند و با این کار هم کمک به اقتصادیات تاجیکستان است، هم به آیله های خودشان. بعد نمیگه که سه فایدهش که جیب ما را پر میکنند، بانک های ما را پر کردیستن، خونه و پدوله ما در پدان قدی دولار های، ایوره های، تیلا های. یکان خواه با امید نشود که سمیل اسمی شد آرومی جمعه ما را سال و صبات آرومی ما را فرادام شدند. شخصم امید شدید ما دیسه نفر از روز اول این قدر جان کردیم، این قدر محنت کردیم. نام مونه ما هم جهد نفری ما هم امید شریف های ای روز اول بده می تاوت هم اونا میمونه. تو دقی جایی هزی که نمونه، تو دقی جایی هزی هزی به خلاصگر تو زور شده، به خلاصگر او باید لفته زور شده. تو نفس کشیدن ده تو ترس داری، می ترسی که نشان کمی امید خیانت کنه. راضی هستی؟ دولت ما سون دارد خوش تو قم خنده ایزو میکشه. شما از پیشوای معظم ملت روزیگی گیرید. البته از پیشوای معظم ملت شما هم باید روزی باشه. البته ما روزی روزی هسته. البته ما روزی سراسیمه میشه. میگه که شما از پیشوای معظم ملت روزیگی گیرید، یعنی دعای خیراتمندون نشب گیرم یا نمیدونم چکو کنم باید یا که براوان عذر پرسم، بخشش پرسم. از پیشوای معظم ملت روزیگی گیرید. البته از پیشوای معظم ملت شما هم باید روزی باشید. البته ما روزی روزی هسته. البته ما روزی گردن میگه که ما باید از سیاست پیشوای ملت روزی باشیم. روزی هستیم میگه. البته میگه روزی ما. این جاهل های دیگرش با این گفت میگن چخیل شما از سیاستی امام علی روزی میشین که شما ای وطن بیرون شده استین برای شکمتون، در حالی که شما باید در وطن تون کار کنید. از جناب عالی روزی هسته؟ البته روزی. من هم نرخه کی بستر بستر برای جناب عالی همه یک جا بپش برای جناب عالی. مردم این طلب پرواز داره این میگرده میگه که جناب عالی بپش. از جناب عالی روزی هسته؟ البته روزی. ما روزی هم از جناب عالی. شما ای ظالم روزیه؟ شما در ظلم کرده اینمی؟ مرحبا برادر آزادی با عزت امام شما را میشنوید. سلام علیکم برادرای اهل اسلام و با کلی مردم شریف تاجیکستان. پیشنهاد ما همین بود برادر که طولی 30 سال است که غلام هستیم برادر و کلی مردم شریف تاجیکستان. همین گفتنی بسیار سخنی مهم همین است که اکنون بس بدگیز غلامی کردن برادر، نخواد که یک آیله
اژدهار گفت یا پولک پایلی گفت ابله لعنت کرده الله پیغمبر و ملائکه ها اینها را لعنت میکنند. نخوا که تا امروز کل 9 میلیون اهالی تاجیکستان احمق نه یک پایلی ابله این در کجا توری میگیرد. من حیران میشم در فکر عقیده این ملت این به کجا نظر دارن، چی فکر دارن. نخواه که 30 سال بازم کمی کنه که خلق بیدار شده در طول 30 سال. من حیران هستم. در سرجمعی همه کار کرده می شود. در یک جا بودگی انشاءالله همه کار کرده می شود. نکی انم خیلی پراکنده کرده، نمی خیلی هرج و گریزی و ملت پرستی و کلوبی و غرمی گفتی و جدا کردی، نم خیلی خاکت باد می شود. امروز من حیرانم به این ملت که دوی شما تا کجا این برای چی همین عذاب و درد و مشقت برای خود قبول کرده، خاموش کرده، ایستاده. آخر مهاجرت 1 سال بود، 2 سال بود، خوب اینا بگذار 5 سال بود. مهاجرت نخواه که 20 سال، 25 سال، 15 سال شود. آخی این غلامی است ای انسان، ای مردم. لبای میگم ولی 20 سال قطع خاتمه نیافته، خاتمه میافت میفته خشی 30 سال زحمت کشیدیم تموم با دوام داره، یعنی سلوله های غلامی. من حیرانم برادر، یک اخی نخو که یک عقیده انسان، یک فکر عقیده سالی ماندگی فقط اختیار در مهاجرت، در چیز فکر عقیده، در فکر گفتی گفت مهاجرت. این مهاجرت از 5 سال بالا بسیاری بسیار از 5 سال اوست، این خود غلامی هست آخیر. این در اصل این غلامی هست. بله. من حیران میشم با این ملت چیگونه 20 سال، 25 سال، این بگذار 10 سال، ای 10 سال باید زیاد نمیگشت آخیر. نخواه که 20 سال طول 30 سال فقط مهاجرت غلامی. این حیات نیست، این زندگی نیست بود. این غیر از غلامی گفته کسی که بعضش خفه میشه، بعضش خفه میشه آکو. مثال میگوی غلام شما در اسیه خیال میکنی که تحقیر شما کردی، اونگا پی سخت شما گفتی. ای اکو برادر، میگن که دوست تاوروار و دشمن شکروار. میگن برادر همین است، خنی حق همین خیلی سخت های برادر. اگر انسان ذره عقیده داشته باشد، یک شخصی عقیده سالم داشته باشد، هیچ گونه این سخنها را به تحقیر او نمیگه، قبول نمیکنه. باور کنید این همه از دل سوزی یک شخص است که مثال همین گونه امروز همین گونه سخن کردن در کار با این ملت، همین گونه فهمیدن در کار. بله. که طول 30 سال این خود یک غلامی است. نخی نخود تا چی درجه را من باوری کامل دارم برادر که اگر همین روز خوب بگذاره که 30 سال غلامی کرده، همین روز هم که باشد سرجمعی این ملت اگر بگذار که همون 1 میلیون هم درجه از 1 میلیون هم کم هم باشد، اگر خیزه اگر در همون تاجکستان قیام کنه و حد حقوقش دفاع کنه و رفته از رحمان و لعنت کرده الله حق و حقوقش دفاع کنن، من باوری کامل دارم برادر که باوری کامل دارم که انامین رحمانوف اگر همون که سخت نگیم، اگر همون ترسکشن نوپوشیده، اگر نگریزه ایم توجیکسون چیزی میگوید، حدی اقل 1 میلیون، بله که ما که 7-8 میلیون هستیم در توجیکسون، همین گناه هست برادر؟ بله 10 میلیون نمیرسیم 6 سال با 10 میلیون نمیرسیم. نه بله بگذار ما اینا 7-8 میلیون هستیم حاضر مثال در تاجیکستان، مثال 2 میلیون مهاجرت. نه که من باوری کامل دارم 1 میلیون آدم بسی بس است برای همین کارا کردن. تمامی اولاد چه گرفته میگریزن میرون اینا با انامین نامردی، با انامین ظلم، یک تا مردم ترس داده، انا همین گونه ظلم دوام کرده سودن، مردم باشه خاموش هم. وقتی که یک تا 10 تا و 5 تا 5 تا این همی خیلی گرفته بردن میگیرن، این مردم فکر کردن هم که ما چند قیبه خیزیم، اگر اینا هم ایمار هم میبرن، کدام
عدل کدام ترمه یو کترا جو میکند یکت کتری یک ملیون خیست 100 هزار 200 300 هزار خیست کدام تر او کشتن میتونه کدام تر او قتل کردن من حیران میشم ده این ملت کی بک جو رفته است از دریا عصر 21 ای بچه ما ارمیانو را میخندیم ما قیرغیزو را میخندیم که قیرغیز فلانه بهمدانه امروز یک ناخون قیرغیز برآمده نمیتونین خفه نشین سختونه رسه 5-6 پریزیدنت چی دلوش میکنه جسورت بینی شما انا اینا میگن پیشرفت انا اینا میگن مدنیت جسورت انا این است با زمینی ما را طلب دارم برادر زمینی ما را با طلب دارم قرغزو که ورو خواب گیریم جسورت ایا بله بله نگاه کنده برادر این به نهایت شما نگاه کنه که همو یک قمچی بگه قموش بگه یک شخص خسته است سخن داره شما اکن جسارت انسان نگه کننده اینجا با نامردی و چون بگیم همو چوموگی رحمان فهم معلوم چی دسته است که نگاه کننده برادر یک شخص خسته است چی داره دعوا داره که سرزمین ایمای ما میگیریم نگاه کنه که از طرف رحمانو باشه از گفتی گپو حکومت کنیست او یک گروه آبوش دوزدنو از طرف تمامی همو مقامات های همو دوزد روزنی همو رحمانو یکان تا سخن جرعت یک سخن کردن نداره از رحمانو سر کردگی تا کل دیگر یکان تا همو جرعت نداره اینجا معلوم میشه که یک ابله بگیم یک تماما چوما همین رحمان رو فاز بوار کنه براد همون چنان میترسه که چنده که بگوی برادر در اصل ای همه ترسان چی که شخص من بوار دارم این همین رحمان رو فاز دارم بله 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 برادر برای چی یک سخن نگفت در جوابی همین تقم چی بگ یک سخن گفتگی نیست فقط برای فریب بروی این همی خیلی شیطانگری حیله و نیرنگ در کدام برامدی برود در اوجه باید رقص باشه سرود باشه چاپلوسی باشه احمقی باشه که مردم فقط فکر عقیدش بر انمون تولک دیتار چلمچی انمون چی باشه احمقی و ابلهی باشه برادر خب موفقیت برای شما من نمید به نهایت حیران میشم در همین خلق یک بس بودگیست بخدا غلامی کردن من حیران میشم بیدار شنک بس بودگیست خب در امان خدا موفقیت برای شما برادرها خدا من نگهدار.